تا حال شده هنرمندی حرف دل شما را بزند، اون هم در بدترین شرایط روحیتان؟ شده عصیان و درماندگی، انسداد فکری و سیاسی، گذشته‌گرایی سترون و فقدان امید، همه اینها را به زبانی که زبان شماست بیان کند، ولی ساعتی بعد از خود پرسیده باشید که این اما چه دردی از من دوا کرد؟ سلام، لابد کم پیش نیامده خبری بشنوید که عصیان روحیتان را از نو زنده کند. لتوپار شدن جوانی در زندان، جوانی که به جرم ابراز عقایدش در کنار جانیان و چاقوکشان حبس شده بود، یا محکومیت زندان 10-12 ساله برای زنی که وکالت را جدی میگیرد، کم پیش نیامده عکسی ببینید که حس بیچارگی و عصبیت پنهانتان را از نو زنده کند، مثل عکس کودکی که بر آسفالت فرودگاه منتظر رسیدن جنازه پدر سربازش از مرزهای شرقی ایران است. اگر از این لحظات دارید، بیان اونها توسط یک هنرمند را حرف دل خود خواهید یافت. هنرمندی که این درماندگی و این عصیان را بی ملاحظه طوری به سوی شما پرتاب کند که سهم خودتان را در این وضعیت فراموش نکنید. سهمی که دارید چه خارج باشید چه داخل، چه هنرمند باشید چه روزنامه‌نگار، چه کارگر باشید چه کارفرما. محسن نامجو، ترانه‌سرا و خواننده، میگوید نه رویایی مانده و نه آرمانی، نه خودباوری و نه اعتماد به نفس. از پوچی درونمان، از خالی بودن ذهن و روحمان نگران نیستیم، اما مدام خودمان را در آینه دیگران برانداز میکنیم. ولی آیا این تصویر را وقتی عصبانیت و درماندگیتان فروکش میکند، توصیف دقیقی از ایران و از اوضاع جامعه ایرانی چه داخل و چه خارج میابید؟ و اگر چنین توصیفی از حال و روزتان کمابیش دقیق است، آیا راه چاره‌ای هم در اون می‌بینید؟ از احساس عجز و بیچارگی چه نوع سیاست ورزی و چه نوع اخلاق رهایی بخشی ممکن است امکان بروز پیدا کند؟ این سوال‌ها را با خود محسن نامجو در میان می‌گذاریم، هنرمندی که دغدغه‌هایش فراتر از موسیقی است، و با سالور ملایری، پژوهشگر نقد فرهنگی در دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند. خیلی خوش آمدید آقای نامجو. به ما بگو دردت چیه به زبان ساده. حضور شما شد که خب طبیعی بنده رو به عنوان موزیسیانی که اگر حرفی، صحبتی، جلسه گفتگوی با دانشجو یا جای دیگه بوده، حرفی جز موسیقی و احتمالاً دغدغه‌های ادبی نزدم، یعنی راجع به شعر. ولی سال 2015 این ایده به ذهن من رسید، به ویژه بعد از خوندن کتاب آقای شایگان، افسون‌زدگی جدید، این که ما این گذشته ما داره فاصله شو با ما کمتر میکنه، چیزی که ما بهش میگیم گذشته. یعنی غیر از این سویه آرمانی که برای ما داره یک گذشته خیلی پرتمطراق ایران قدیم و اینها، ولی انگار روزگار جدید به خاطر این حجم، به قول معروف، عوض شدن اطلاعات و سرعت تعویض اطلاعات، چیزی که هی در ذهن ما عوض، اخبار، چیزی که به عنوان هولناک ترین خبر ساعت 10 رو میاد و بعد 10:30 دوباره یه خبر دیگه جای اون، یه خبر هولناک دیگه. آره، و همه این چیزا باعث میشه که ما یه دفعه نسبت به چیزی که یک هفته پیش بوده احساس نوستالژیک پیدا میکنیم، در حالی که نسل‌های قبلمون این احساس نوستالژیک رو خیلی در فاصله های بیشتری داشتن. حالا مثالایی هم در اول اون نوشته اومده. و خود این بنده رو متوجه تضاد که زیاد هست، ولی متوجه یک تضادی در دو لایه کرد که، یعنی سعی کردم اینجا بیانش بکنم. یکی، البته این به عنوان طبعا یه موزیسین مهاجره که حالا در یک جامعه، نمیدونم بهش بگم میهمان یا میزبان، به ویژه در جامعه آمریکا داره زندگی میکنه، اینه که ما از کشوری که از درون و بیرونش در رنجیم نمیتونیم ازش دست برداریم. و جالبه که هرچند بیشتر به گذشتش افتخار میکنیم، کمتر میشناسیمش. یعنی ما هممون، همه کسایی که به توهین به حافظ یا به رضا شاه یا به هر چیز دیگه اعتراض دارن، حافظ از رو ممکنه بلد نیستن بخونن حتی، یا اساساً به
یک کتاب، یه مقاله خیلی ساده راجع به اون شخصیتی که ازش بت می‌سازن نخوندن. یعنی چیزی که ما به ما شناخت، همیشه شناخت باعث تسلط بر موضوع میشه و باعث فاصله گرفتن ما از موضوع میشه. ما هیچ کدوم ما دوست داریم بیفتیم تو بغل یک ماجرایی و فقط بپرستیمش. و یکی این لایه است، یکی دیگه‌اش ذوق زدگی ماست به عنوان ایرانیان مهاجر، حالا یا حتی ایرانیان داخل، از این که غرب ما رو میپذیره. یعنی خودمون رو گول میزنیم به عنوان این کسانی که فکر میکنیم مثلا فلان فستیوال یا فلان ارزش نظری، یا منظورم یک عنوان بندی نظری یکی از کارامون، یا موزیک بنده، یا فیلم فلانی که در فلان فستیوال میره، این که پذیرفته میشه، هرچه بیشتر هم تصویری از تضادهای خودمون میرسونیم، این انگار همین که قبل تایید میکنه، انگار برای ما یک سو وجود داره مسیر تاریخ، اونم سوی پیشرفتیه که غرب به ما آموخته، که بر این اساس ارزش‌های غربی هم لزوماً باید پذیرفته بشن. حقوق بشر اونا خوبه، ما بدیم. حقوق زنانی که اونا میگن خوبه، ما بدیم. حقوق همجنسگرایانی که اونا میگن خوبه، نه که بگم اینا، ولی میگم هر چیزی رو میشه دوباره اندیشه کرد و ما این کارو نمی‌کنیم. یعنی وقتی که اومدیم غرب، میافتیم تو بغل هر آن چیزی که دوست داره بهمون یاد بده و به ما بیاموزه. و شما تصور کنید که یه آدمی که یعنی میتونه درک بکنه، فرض کنید بنده در کار خودم احتمالاً باید نسبت به اوریج موزیسین‌های آلترناتیو دیگه که هستن در یک جامعه بیرون از ایران بعد راضی باشم، به خاطر اینکه مثلا در صنعت کار خودم میتونم با هر موزیسین غیر ایرانی که بخوام در ارتباط باشم کار بکنم، ولی هیچ وقت حاضر نیستم از این تصویر به عنوان یک تصویر عاشقانه یاد بکنم، به خاطر اینکه تضاد رو از بین نمیبره، به خاطر اینکه هیچ وقت این موضوع رو از بین نمیبره که غرب نسبت به ما کنجکاوی نداره. ما جز بازی غرب نیستیم، همچنان که در اون شعر جبر جغرافیایی وقتی ایران بودیم نشستیم که ما رو تو بازی راه نمیدن، البته اون موقع هیچ آیدیایی من نسبت به موضوع نداشتم اینجوری، ولی الان میبینید که شما همین دیروز آقا داره برای رهبر یک کشور تحریم مینویسه، اسمش رو اشتباه مینویسه، یعنی اصلا معلومه که حتی تلاش نمی‌کنه که تلفظ اون رو یاد بگیره. ما براش اون اصلا موضوعیتی نداریم. و بعد ذوق کردن از این که مثلا در هنرهای تجسمی یه جور، در موسیقی یه جور، در سینما این که ما رو تایید می‌کنن خیلی ذوق می‌کنیم. مشکل فقط همینه. شما در مورد گذشته گرایی یا اونجوری که تو کتاب گفتید نوستالژی الان دارید صحبت می‌کنید، و در مورد اینکه ما غرب رو آینه‌ای می‌بینیم که می‌خوایم خودمون رو درش خوب بیابیم و خوب به نظر بیایم. آره. ولی در کتاب شما، در صحبت‌های شما پیش از برنامه که من با هر مهمانی دارم، به نظر میاد قضیه فراتر از اینه. به همکاران من یه عکسی میندازن روی این صفحه الکترونیک، پشت سر من عکس شماره 1 و به این دلیل شماره گذاری کردم که همکاران من دقیقا همین صفحه‌ای که من دارم رو بندازن. توی این صفحه شما در این که میگید مدام خودمان را در آینده دیگران برانداز، ببخشید، در آینه دیگران برانداز میکنیم و نگران آن هستیم که خوب به نظر بیاییم، میگید همین خوب به نظر رسیدن برای دیگران هم برای من کافی و تسلی بخش است. اینها معیارهای زندگی نسلی است که انقدر عقده تلمبار کرده که آمار جراحی های زیباییش از قاره آسیا بالاتر میزند، بالا میزند. به نظر میاد مشکل اونجوری که شما دارید میگید فراتر از گذشته گرایی و خود را در آینه غرب دیدنه. مثلا قبل از برنامه من گفتید که ما سقوط کردیم و نمیخوایم این رو بپذیریم. بله دقیقاً، در واقع سویه دیگه تناقض، گفتم تو لایه‌های مختلف این تضادیه که یه آدمی رو حالا اذیت کرده و شروع کرده به نوشتن این موضوع. در اول همین نوشته میگه برای رویای مسخره خودکفایی. واقعا من نمیدونم اصلا از ابتدا وقتی که همه قنات‌های مملکت رو خوش کردن، صد زدن برای اینکه ما در گندم خودکفا بشیم، سالهای سال، این چیزی که چون در تخصص بنده نیست باید با احتیاط راجع بهش صحبت کنم، ولی خب یک دانش عامی راجع به ماجرا وجود داره که ما الان به این بیچارگی افتادیم و بعد از خاک وطن و از این چیزها حرف میزنیم، در حالی که ممکنه تا 80 سال دیگه اصلا وطنی وجود نداشته باشه، یعنی خوشسالی بیاد همه اینا رو ببره. اما همزمان با این
همه ارزش‌های غربی توی تک تک رسانه‌های اون حکومت ایران اومده. توی صدا سیمای ایران مجریش میاد راجع به برند ساعتش حرف میزنه، راجع و اینو افتخار میدونه و یا یعنی منظورم که این لهله غرب رو زدن و اینکه تک تک اون چیزا رو تقلید کردن، اونم به طرز کورکورانه. اصلا زبان انگلیسی، درسته حالا سوشال مدیا تاثیر داره، چرا اینقدر زبان انگلیسی از نیویورک بیشتر صحبت میکنن انگلیسی تو تهران؟ یعنی این بیریشگی، این بیهویتی به نظر من چیزیه که یکی از عواملش دقیقاً این نوع حکومتیه که وجود داشته در این 40 ساله، همه رو زده کرده. مثل زمانی که ما میگفتیم موسیقی، از موسیقی سنتی، این اساتید سنتی که اینقدر عبوس و خشک شعر حافظ رو میخونن، همه جوونا داشتن میرفتن به سمت موسیقی های دیگه. حالا الان یک کمی برگشت. سالار ملایری، شما به ما بگو که چرا وقتی من کتاب آقای نامجو رو دیدم و دنبال یک بررسی انتقادیش گشتم به بررسی که شما کرده بودی رو فیسبوکت، برخوردم چی بود تو حرفت؟ نقدت چیه به حرفهای آقای نامجو؟ خب من تو اون یادداشت اشاره کرده بودم که آقای نامجو از نقاط آغازشون درسته و مهمه، آغازگاه های درستی دارن، اما مسئله سر صورتبندی این مسائلی که مطرح میکنن و منطق گفتمانی و روایت شناختی هست که آقای نامجو و بلاغی هست که آقای نامجو استفاده میکنه برای تحلیل و باز کردن این آغازگاه های مهم. نکته اولی که به نظر من میرسه مشکل اصلی یکی تو منطق مطلق سازی و تعمیم بخشی و ابدی سازی مسائلی هست که آقای نامجو اشاره میکنن و باعث میشه که نقاط، امکانها، امر متفاوت و فضاهایی که امکان مقاومت یا رهایی بخشی توش میشه شناسایی شد پنهان بمونه یا سرکوب بشه یا راجبش بحث صورت نگیره. یعنی در بهترین شرایط میشه گفتش که تمام این نکاتی که آقای نامجو میگن درسته، میشه باهاش همدردی کرد، ولی مسئله اصلی اینه که از این نقطه به بعد حال باید چه کار کرد. یعنی من میخوام تکیه‌مو از ماهیت سلبی بحث آقای نامجو به ماهیت ایجابی بحث ایشون توجه رو معطوف بکنم. بنابراین نقدم بیشتر در ادامه بحث آقای نامجو هست، نه رد تمام و کمال ایشون. آیا میخواید بگید که آنچه که آقای نامجو میگه، همجوری که من در مقدمه گفتم، حرف دل خیلی ها از جمله شماست، ولی این کفایت نمیکنه؟ حرف دل خیلی ها هست، منتها وقتی شما یک تأثیر خب رضایت بخش آنی داره، ولی وقتی شما اگه پیش خودتون بیشتر تفکر کنید و این بحث رو بیشتر فکر کنید، میبینید در حقیقت چیز خاصی عاید شما نشده که شما بخواید بر علیه این منطق حالا مبارزه کنید یا یک شیوه زندگی، شیوه فکری مشخصی رو یا حتی یک انرژی روانی جزئی رو از این نقد بگیرید. چون شما ببینید وقتی یک معضل اجتماعی فرهنگی رو نقد میکنید، اصل قضیه اینه که از فردای اون نقد من باید حالا چطور ببینم، چطور بنویسم، چطور نگاه کنم. فکر کنم به خاطر همین مسئله هست که در پایان این مقاله رد و تمنای نوستالژی آقای نامجو، ما در نهایت یک مطلق سازی بین رد و تمنا میبینیم. این هر دوتا یه دوگانه درست کردن و اون وضعیت سوم که وضعیت در حقیقت آلترناتیو یا جایگزین ما هست، توش خیلی کمرنگه و اصلا کار نمیکنه. و در نهایت نوستالژی زدگی که آقای نامجو حدود بیشتر از دو سوم از مقالهش رو سرش مانو داده بحث کرده، در نهایت باز تولید میشه و این نکته خیلی مهمه. به چه شکل باز تولید میشه؟ خب ببینید، در حقیقت حدود بیشتر از دو سوم این مقاله ایشون در رد نوستالژیه، گذشته‌گرایی. اینم یه بحثیه که ایشون نوستالژی رو بحث میکنه، گذشته رو بحث میکنه، گذشته‌گرایی رو بحث میکنه و سنت رو هم بحث میکنه. تمایز دقیقی بین این مفاهیم به نظر نمیاد تو مقاله ایشون. یعنی انگار همه اینا یک دست شدن و همه اینا یک چیزن و اصولا هم منفی و بد هستن.
در صورتی که اگه یک تفکیکی صورت بگیره، شما مثلا میتونید نوستالژی رو یک امر که توش حاوی امید هست، یک امر مسیانیک میتونه باشه، یعنی موعود بخش باشه، دال بر یک آینده پیشبینی ناپذیر داشته باشه، یک زیبایی شناسی خاصی امر نوستالژیک داره. بذارید قبل از اینکه بحث نوستالژی بپردازیم، از کف ماجرا شروع کنیم و بگیم که آیا اگر یک هنرمند بیاد بگه که شما قبل از هر چیز بیایید به خودتون نگاه کنید، ببینید چرا چنین هستید، این ایرادش چیه؟ و اینکه هنرمند یک پروانه هنری هم داره دیگه، هنرمند قرار نیست مثل مثلا استاد جامعه شناسی یا علوم سیاسی صحبت کنه، هنرمند میتونه با بیان هنرمندانه و رسا بیاد بگه که شما اولین قدمی که برمیدارید نگاه به خودتونه. این رو شما در کار نه فقط محسن نامجو، ما در همین برنامه پرگار داشتیم کسی که فیلسوف سیاسی و میگه که من انقلابی نیستم، برای اینکه انقلابی بودن یعنی نگاه رو به حاکمیت سیاسی معطوف کردن، در صورتی که باید خودمون رو یعنی جامعه ایران رو تقویت کنیم. اون هم یه بیان دیگه اینه دیگه، منتها این بیان هنریه، اون بیان یک فیلسوف سیاسی. من با این صحبت مخالفتی ندارم، البته من تردید دارم که آیا این اتفاق در مقاله ایشون افتاده یا نه، یعنی ارجاع به خود و پرسش از خود تا چه حد داره کار میکنه. این چیزی که شما میگید مسبوق به سابقه است، از ادبیات مشروطه شروع شد، یعنی اولین کسانی که این تشخیص شما رو دادن کسانی مثل آخوندزاده و ملکم خان بودن که گفتن ما باید در انقلابی ترین و بحرانی ترین شرایط جامعه که هدف قرار دادن استبداد و حاکمیت و قدرت سیاسی بدیهی ترین کار ممکن بود، اینا به اصطلاح هدف رو کردن مردم، اجتماع، جامعه مردم، و خطابشون شمای مردم بود که آگاه باشید، بدانید اینا. اون چیزی که من در گفتمان آقای نامجو میبینم کمتر اینه و بیشتر یادآورنده یه گفتمان بسیار آشنای روشنفکری ایرانی هستش که یه روشنفکری نالان سلبینگر هست که یک ضدیت مطلق و تام و تمام با قدرت سیاسی داره از یه سمت، از یه سو هم بسیار بدبین هست به حرکات توده‌ای و اجتماعی، یا اگرم خوشبین هست هیچ وقت اون رو صورتبندی نمیتونه بکنه که امکانهایی برای حرکات آینده بتونه ترسیم کنه برای مردم، و بنابراین یک انسداد سیاسی فکری به وجود میاد که از یک طرفی شما هر چیزی رو که هر امکانی رو که ممکنه به ذهن شما بیاد رو بدبینید و احتمالاً محکوم میکنید، از یه طرف حضور توده ها رو محکوم میکنید، از یه طرف هم همچنان حاکمیت رو مثلا ناسزا میگید و قبولش ندارید. این وضعیت یه وضعیت انسداد مطلق هست و جای کنشی توش نمیشه پیدا کرد. بله، حضور شما شاید که اتفاقا دو سه روز پیش یک ویدئوی خیلی کوتاهی از واکنش مردم در اون زمان به فیلم طعم گیلاس آقای کیارستمی روی اینترنت اومده بود که مردم از سینما دارن میان بیرون و نظرات خیلی مطلق‌گرا چنان که آقای ملایری میفرمایند داشتن، یعنی فیلم مزخرفی که میگفت من بهتر از این فیلم ندید. بعد یه لحظه یک جمله کوتاه از خود مرحوم کیارستمی بزرگ نشون میده که میگه کار فیلم، کار هنر تفرقه افکنیه، یعنی اگر قرار باشه که من و شما به عنوان آکادمیسیان راجع به بعضی مسائل توافق داشته باشیم و در نهایت بعد فردا بیایم اینجا بشینیم دوباره حرفهای همدیگر رو بازاندیشی کنیم و دوباره همدیگر رو تایید کنیم، خب ختم به این میشه که خب ما روز سوم چهارم نتیجه میگیریم که پس بیایم اینو بکنیم میشه بیانیه، و از روز پنجم بعد بریم کوکتل مولوتوف بسازیم چنان که ساختن، چنان که در هر جنبش دیگه‌ای میشه. یعنی اینکه من در همه نقدایی هم که به این کتاب بود، البته مخدوش بودن بعضی از این مفاهیم رو من حرف شما رو تایید میکنم، یعنی من قبول دارم که بعضی جاها مثلا این مفهوم ما یا قاطی شدن بعضی جاها این سنت و ایدئولوژی و اینها، من این نقد رو میپذیرم، ولی نفس این که ما این اسم اینو بذاریم تناقض‌گویی به جای من، به نظر من به جاش میتونیم بذاریم اساسا دیدن نفس تناقض توی همه اون چیزی که ما هستیم. ما موجودات متناقضی هستیم، ما اساسا به عنوان همین ما سه نفری که اینجا نشستیم بسیاری از این وجود تناقض راجع به زندگیمون، راجع به خانوادهمون، راجع به شغلمون، راجع به زبانمون که فارسیه ولی در یک محیط غیر این فارسی باید صحبت بکنیم، راجع به همین شرایط تکنیکی که اینجا هست، ما باید با خودمون اجاز به قول معروف هماهنگ بکنیم باهاش. بله آقای نامجو، شما میتونی اینها رو بگی، این حس عصیان خودت راجع به اینها رو هم منتقل کنی و بقیهش رو واگذار کنی به خواننده یا بیننده یا شنونده در این برنامه، ولی اگر شما
این عصیان رو بیان کنی و در ادامه این عصیان تبدیل به استیصال بشه، به درماندگی بشه، همجوری که میشه و من مثال‌های آوردم دیگه توی مقدمه، بازم میشه در ادامه برنامه جاهایی از کتاب شما رو خوند. اون وقت دیگه ممکنه مشکل جدی بشه. یعنی استیصال باید، من نکتم چرا از استیصال باید بترسیم؟ ولی وقتی هنوز باهاش روبرو هم نشدیم، عرض میکنم بسیاری از نقدایی که توی این چند ماه هم در جلساتی که بود برای ارائه کتاب میگفتن آقا چرا ما با پس چکا باید بکنیم، یا مثل اینکه ما همش دلمون میخواد پامون وقتی تو استخر قرار میگیریم پامون کف استخر باشه. این حالت شناور بودن، حالت بینابینی، نمیدونم چرا، مگر در هزار شکل دیگه این نیروهای متضاد ما رو به سمت‌های مختلف نمی‌کشن؟ یعنی فکر می‌کنید عجز به خودی خود اصلا خود این، آره، یعنی ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم. مثل اینه که من یک عمر به خودم می‌خوام دروغ بگم که مثلا بینیم کوچیکه، خب، ولی توی آینه یک بار هنوز به اون مرحله نمی‌رسم که بگم آقا چیزی به اسم بینی قشنگ در صورت تو وجود نداره، تو بعد راجع تو اول باید مواجه شی، می‌خوای عینک بذار، می‌خوای عمل کن. عین همین حالتو داریم ما، هنوز نمی‌فهمیم که کوروش اسم خود، کوروش ایرانی نبود، حافظ ایرانی نبود، حافظ نمیگفت من شاعر ایرانی ام. مفهوم ایران یه مفهوم جدید مال 100 سال 200 سال قبل. اینه که حافظ ما ضعفای خودمون رو میدونست که مال فارسه، مال بله، منطقه فارسه، کوروش مال امپراتوری قوم فارسه. ببین بسا ممکنه برسیم، ولی ببخشید یک پلی میزنیم از 3000 سال پیش تا این و همه چی ما خوبیم و بقیه بدن، ولی نمیدونم چرا همه‌مون دنبال این چیزاست. نکته پیش از اون که مهمتره رو من با سارو در میان بگذارم، آیا ما نباید با عجز ابتدا مواجه شیم و بعد از اون دنبال راه چاره بگردیم؟ آیا این خبرهایی که از ایران میاد، این خبرهایی که از خارج ایران میاد ولی درباره ایران میاد، این اوضاعی که ما میبینیم و مدام در خبرهای هولناک ما رو بمباران میکنن، آیا اینها به ما نمیگه که ما ابتدا باید از اینجا شروع کنیم که این یعنی درماندگی و بعد به راه چاره برسیم؟ و اگر یک کسی اینو ما بگه، آیا این قدم اول نیست؟ ببین، لازم نیست اینو کسی به ما بگه، چون این تجربه زیسته است، این واقعیت روبروی ماست. اگر این تجربه زیسته روزمره بشه و مدام در یک تکرار بیحس کننده، شما عجز رو تثبیت میکنید. ببینید، بحث مشکل من گفتن یا نگفتن شرایط استیصال یا عجز نیست. حتی با این سخن کاملا موافقم که هر گفتمانی که بخواد یه گفتمان مطلق، یعنی همه چیز رو منظم و متصل به هم و شیک و روشن و حاضر آماده ارائه کنه، مشخصه که من با این صحبتم مخالف اینم و این کاملا درسته این نکته. اما مشکل اینه که شما عجز رو متافیزیکی میکنید. استیصال یک امر متورم کش آمده میشه و مطلق میشه و شما اون چیزی که میبینید اینه که من اساساً در یک جامعه مستحصل قرار گرفتم و گذشته و آینده و حالم تمام شده است، از پیش محکوم به استیصال و انسداد هستم و هیچ راه گذری، حتی خیلی جزئی و خیلی محلی و خیلی ساده هم پیش روی من نیست. بحث من اینه، یعنی موضوع اینه که شما چطور شرایط استیصال رو صورتبندی میکنید و تحلیل. البته من بین کلامت ببخشید، من معتقدم که هست، البته نفس این یه همچین نوشته یا امیدوارم نوشته های دعوت به شنیدن، دعوت به اندیشیدن، ولی برای اینکه دعوت به سکوت، برای اینکه دعوت کنید، به گفته آقای ملایری ابتدا باید مطمئن شید که ابدی سازی نمی کنید. بذارید من یه نکته دیگه در کتاب شما پیدا کردم، در عکس شماره، یه نکته در کوسی امید بگم که بعدش من در عکس شماره 3 که همکاران من روی این صفحه میندازن، من یک تکه از این مقاله شما در کتابی که منتشر شده تحت عنوان 4 مقاله رو می خونم. در اینجا شما میگید انتقاد از خیشتن که یک مفهوم اروپایی است هیچگاه برای ما شرقیان دقیق و کامل جا نیفتاده، لذا ما اشتباهات خود را تکرار می‌کنیم تا از طریق این آزمون خطا به کمال فرهنگی برسیم.
اولین مسئله ما شرقیانه، یعنی یک مقوله شما درست میکنید و ایرانی داخل و خارج کشور و اینا رو میذارید توی ما شرقیان. این یک. دوم اینکه مفهوم انتقاد از خیشتن یک مفهوم اروپاییه. خیلی ممکنه این رو به چالش بکشن، بگن قبل از اینکه اروپا چنین کاری کنه سرزمین های دیگه چنین چیزی وجود داشت. سوم اینکه خیلی ها ایرانی هستن، به عبارتی شرقی هم اصلا انتقاد از خیشتن هم میکنن. شما خودتون در این برنامه گفتید من این یا اون بخش از این انتقادها رو در این کتاب میپذیرم. خیلی ها در این برنامه، در برنامه های دیگه، در رسانه های دیگه راجع به انتقاد از خیشتن صحبت میکنن و معنیش اینه که از خودشون هم انتقاد میکنن. بنابراین این یکسانسازی، این مطلق‌گرایی آیا راهی، امکان بروز راهی، چاره‌ای رو باقی میگذاره؟ ما یک کورسی امیدی که داریم اینه که همین جامعه با همین شرایطی که داره، ببینید به تعداد نشریات علوم انسانی، به تعداد این ژورنالیستایی که به جای که کوچ کنن و بعد از جنبش سبز بیان حالا برانداز بشن، بعد از اینکه به واسطه اسم اون آقا کار مهاجرتشون جور شده، الان دیگه میخوان از همه چی بگذرن و به همه چی توهین میکنن. یه سری هم ژورنالیست داشتیم تو اون ایران، دیدن هیچ کاری نمیتونه بکنن، رشته کاریشون عوض کردن، رفتن سراغ محیط زیست، بهترین نشریاتو در میارن. یعنی باور کنید مثلا نشریه دست به اسم فقط سرزمین من با نشنال جیوگرافی یکی از لحاظ کیفیت کار. راجع به این نقطه های امید صحبت میکنیم، کورسی امید وجود ولی میخوام ببینم که آقای ملایری جوابشون چیه. نوشتار آقای نامجو از این جهت امید بخشه که برمیگردونه ما رو به یک سنت جستار نویسیه که توش فضاهای آزاد هست و شما انقدر در بند بلاغت کلام، نحو کلام، منابع و روشن نویسی و ایده های اولیت و نابت رو مطرح میکنه. اما این دلیل نمیشه که آدم ایرادات استدلالی و منطقی کلام رو نادیده بگیرید. به این معنی شما اگه این نقد رو وارد میکنید، معنیش این نیست که میخواهید نوشتار آکادمیک زده و بی جان و بی روح بشه. اصلا اینطوری نیست. موضوع از قضا اتفاقا معرفت شناختیه، نه صرف سبک شناختی. البته این برنامه بررسی این کتاب نیست. درسته، من چون بحث نوشتار و حتی بررسی ایده های آقای نامجو نیست. بله. این کار جای دیگه باید بررسی ایده هایی که از جمله در این کتاب آقای نامجو هست. همجوری گفتم این ایده ها به اشکال مختلف در انواع ادبی و غیر ادبی مختلف در رسانه های خارج و داخل کشور هست. یکی از این ایده های مهم همین چیزی که ایشون الان گفتن، گذشته گرایی. ببینید ما یه گذشته داریم، یه گذشته گرایی داریم. گذشته گرایی یک پروژه سیاسی فرهنگی کاملا آگاهانه است توسط یک گروهی یا یک جناح فکری سیاسی که در صدر کسب میخواد هژمونی خودشو ایجاد کنه و از گفتمان گذشته گرایانه برای کسب قدرت استفاده میکنه و بست هژمونی فرهنگی خودش. و نمونه‌های تاریخی هم زیاد و نمونه‌های تاریخی داریم. مثلا در ادبیات مثلا میشه گفت ملک و شعرای بهار یک گذشته گرایی رو شروع کرد نوشتن که این منجر شد به یک جور کانون ادبیات فارسی، اصلا تولید ادبیات فارسی در دانشکده ادبیاتی. یا بعدتر روشنفکران ما در گفتمان بازگشت به خیشتنی، در گفتمان غرب زدگی، جامعه عدل اسلامی، اینا همه مبتنی بر گذشته گرایی. این فرق داره با گذشته به طور کلی و نوستالژی به طور کلی. گذشته چرا انقدر حضور داره در زندگی ما، چرا انقدر ما بهش ارجاع میدیم؟ این از قضا میتونه دلایل واقعی داشته باشه. یک دلیل مهمش اینه که این گذشته خیلی غنیه و خیلی محتوای بسیار ثقیلی داره برای ما و ما اصلا چاره‌ای نداریم. این گذشته پیشاپیش در ما حضور داره. اون چیزی که باعث میشه گذشته گرایی به وجود بیاد در حقیقت ناتوانی شماست در زمان حال که گذشته رو همونطور که آقای نامجو هم به درستی اشاره کردن توی کتابشون معاصر کنید. یعنی موضوع کنار گذاشتن گذشته نیست، موضوع تبدیل کردن گذشته از یک امری ایستا به یک امری پویاست که معتقدید این اتفاق نیفتاده در ایده هاش. نه، چون آقای نامجو یه دو تا مشکل دارن. یکی این که همچنان گذشته به طور کلی بعد انداختش دور، از یه طرف میگن اینطوری، از یه طرف میگن که گذشته دانش داره، به ما کمک میکنه، ما ارجاع به گذشته میدیم که استدلال خودمون رو مستدل کنیم. این دوتا همزمان هست، دو تا تناقض ایجاد میکنه. نکته دوم در حقیقت
اینه که ایشون گمان میکنن شما میتونی گذشته رو بذاری کنار و در حال باشی. این امر غیر ممکنه. اینجا گذشته، ببینید ما گذشته رو میسازیم با روایت شناسی های مختلف، با کد های گفتمانی مختلف. گذشته همیشه از نو خونده میشه. گذشته بر اساس تجربه حال ما برساخته میشه، بنابراین گریز ازش ناممکنه. در من فهم کنم که فرق بین عاشق گذشته بودن و زیست در زیست جهانی زندگی کردن که اتفاقا ریشه در گذشته داره، همون جنبش روشنفکری دهه 40 که شما مثال زدید، اتفاقا برای خود من در یک مقاطعی الگو بوده. اینکه از دل پرداختن به ادبیات قدیم، از دل پرداختن به نظامی عروضی سمرقندی شازده احتجابی به وجود بیاد، از دل پرداختن به بیهقی یا به فردوسی اخوان شاملو به وجود بیان، از دل پرداختن به تئاتر سنتی یا ایده های اون کتاب تحقیقی مثل نمایش در ایران آقای بیضایی به وجود بیاد، تئاتر شهر قصه به وجود. یعنی انگار که هر چه مدرن تر هستی ولی اینو قایبه در... تو بحث شما. نه خب ما آخه بحث اون راجع به اون نبوده. من عرض میکنم، من فقط طرح مسئله کردم اینجا، اونم راجع به کسایی که اتفاقا دو دستن. یکی این که گذشته گران، نه شاملوها رو میشناسن، نه گلشیری، نه یعنی فقط عاشقن، عاشق آقا به فردوسی دست نزن. یه بخش دیگه گذشته گراهان که توی ایرانن، اتفاقا نفرت از گذشته دارن. ما چرا اینقدر میگیم؟ دقیقا شما میفهمید گذشته ما بزرگه. کجاش بزرگه؟ ببینید ما یک شهر مثل پراگ داریم در ما کدوم شهرمون 300 سال سر جاش مونده؟ یه تهرانی که میگیم هی داریم خرابش میکنیم، ترجیح میدیم به خاطر سودجویی یا فلان خونه رو هی میراث فرنگی میخریم، ماهای مجتمع میسازیم. ما اصلا اگه مثلا بچه اعوازه دلش میخواد تو تهران نگه بچه اعوازه، هی فراهی نفرت از ایش داریم. چرا وقتی مثلا آرشگاه زنانه رو تأسیس میکنه خانم میگه کامینگ سونمون داره میاد؟ چرا میگه کامینگ سون؟ به خاطری که احساس میدونید احساس بروز بودن رو از این طریق، بدونی که بشناسه، بدونی که یعنی ریشه خودش رو بشناسه، فقط دلش میخواد مدرن باشه. شما الان من متوجه شدم با این ریشه مشکل داری. شما مشکلتون من میخوام بگم گذشته... این نشان دهنده اینه که صادقانه ریشه ای وجود نداره جناب ملایی. یعنی ما غیر از خط نستعلیق و آواز ابو عطا هیچ چیزی که البته شعر رو بذاریم کنار، هیچ چیزی نداریم که مال ما باشه. حالا خیلی چیزا شد دیگه، شعر شد. شعر ما میدونید تحت تاثیر حالت متالیتریک، یعنی کاملا یک نهاد فرهنگی شعر فارسی، یعنی شعریه که از صرف مختصات ادبی خودش فراتر میره. به خاطر ما فلسفه همون هم در شعر گفتیم. آره خیلی. ولی میخوام ببینم که این نکته که ایشون میگه که ما احساس میکنیم ریشه های عمیق داریم، خیلی باعث افتخار نیست واقعا. من نمیدونم حالا شما بر اساس چطور استدلالی میتونید یک مفهوم وسیع و بزرگی رو به نام گذشته فرهنگی ملت رو یک کاسه کنید و بگید این چیزی نیست، ما با این کاری نمیتونیم بکنیم. ببینید من نمیگم ریشه هایی وجود داره، نمیگم یک پکیج گذشته وجود داره اینو باز کنیم ازش استفاده کنیم. من میگم هر متنی یک تفسیری داره که این تفسیر دو نوع برخورد میشه باهاش کرد. یکی برخورد وقتی میگید متن، منظورتون سنت هم هست؟ یعنی متن به معنی اینجا وقتی میگید سنت، شما میتونید راجع به یک کانونی صحبت کنید، یک پکیجی صحبت کنید، اما قبول کنید همون سنت. شما میتونید روی کردتون و رهیافتتون به سنت مهمه که نشون میده شما چقدر از این سنت میتونید بهره برداری کنید یا نه، نه اینکه خود سنت. بله. این مدرن بودن چیزی جز اشاره به سنت نیست، چیزی جز پا در سنت داشتن. ولی خب شما به نظر میاد یک گسستی رو قائل، یعنی یه جایی یه گسست آخرالزمانی اتفاق میفته که ما یهو از گذشته میافتیم تو یه جایی که حالا بالاخره معلوم نیست. چون حالا از نظر شما یه چیز پوچیه به نظر. صادقانه که خب ببینید ما وقتی که اینقدر من به همین جامعه ایرانی همین مهاجر که نگاه میکنیم و اینقدر مهرگان، تیرگان، فلان همه این چیزا، اینا به خاطر اینکه ما آینده‌ای متصور نیستیم. اتفاقا ما چیزی جز پرداختن حالا عوامانه تریه. خب بله، همون اتفاق، همون اتفاق در ساختن مدینه النبی در توسط خود حکومت هم داریم میبینیم دیگه. یعنی همون که شما خودتون هم اشاره کردین، نفس گذشته گرایی انگار دستاویز حکومتیه که میخواد قدرت طلبی کنه. ولی منجر به این نباشه کل گذشته رو بگیم پس بعد بزنیم کنار. نه نه، من کار خودم که از گذشته شروع شده. بله آقای نامجو، وقتی من کتاب شما رو موسیقی سنتی رو داریم، شعر رو داریم، وقتی من کتاب نامجو رو خوندم و مقاله اولش رو که موضوع بحث بدن این که این افکار توش بیان شده، حس من این بود که
این آدم یک چیزی رو به شکل هنرمندانه احساس میکنه، اونم انسداد سیاسی و فکریه. اگر این آدم 10 سال پیش مینوشت، این رو نمینوشت، برای اینکه 10 سال پیش در روزهای جنبش سبز بعد از اون امید موج میزد، الان اینو میگه. شاید بشه این آدم اگر خارج نبود و آمریکا نبود این حرف رو نمیزد، برای اینکه جامعه ایرانی آمریکا دو شقه شده. اونم موضوع قابل بحثیه. نتیجه‌ای که من ازش گرفتم این بود که این آدم در مورد انسداد سیاسی و فکری حرف میزنه. وقتی میگم فکری منظورم فکر سیاسی ها، ولی چون اخیراً شایگان خونده، ولی چون کتاب اینجا هم خونده، گذشته گرایی و نوستالژی اینا رو هم میاره توش. درسته. ولی راجبه یک چیز حرف میزنه، اما میره سراغ آدرس های اشتباه، گذشته گرایی، خودمان را در آینه دیگران دیدن، اینجور بحثا. گذشته گرایی با شناخت گذشته خیلی با هم دیگه فرق میکنن. آن چیزی که مورد نقد قرار میگیره گذشته گرایی کورکورانه است، ولی شناخت گذشته عرض میکنم من خودم، حالا سوال من اینه، اگر ما خودم سعی کردم گذشته، اگر ما گذشتمون رو شناخته بودیم الان مشکلات دیگه حل بود. مشکل اینه، من فکر میکنم ببینید تا حدود زیاد در راجع به خیلی از نهله های فکریمون حل بود. همین نسل جوان، اگر که به جای من یه بارم توی ویدیوش یه نفر گذاشته بود روی اینترنت، به جای پرداختن به همه این شیوه های غربی، نمیدونم کلاس یوگا رفتن یا خودم رو سالم کنم یا نمیدونم کالری بدنمو اندازه بگیرم یا لباس چیز بپوشم یا خوش تیپ به نظر بیام، همه اینها، همه این ارزش ها، ارزش هایی که با فقط نمیگم غلطن یا درستن، باید باز اندیشی بشه. یعنی این ارزش ها اینایی که شما میگید اگر گذشته خودشون رو میشناختن چنین نمیکردن، چنین نمیگفتن، ببینید خب همون کار رو، همه اینها رو رفت دادن به گذشته گرایی. برام من یه ذره، نه نه نه، همین رو به گذشته گرایی ربط داده نمیشه. نه منظورم اینه که ببینید طرح موضوع کردن راجع به هر آن چیزی که ما رو در بر داره میگیره و ما ناخودآگاه بغلش میکنیم. ببینید همه ما حقوق بشری رو که در سازمان ملل در دهه اواخر دهه 40 به تصویب رسیده به عنوان یک آیه قرآن قبولش کردیم، در حالی که فکر نمی‌کنیم که آقا امروز کمپین حقوق بشر در نیویورک برگزار میشه. بشر کیه؟ بشر ایرانی کیه؟ مگه اون بچه، مگه اون روستایی بشاگرد نیست؟ مگه اون کسی که تو سیستان بلوچستان از تحصیل محرومه نیست که بعد 6 جلسه بره کلاس مدرسه هر کدوم 2 ساعت؟ ما یک پولی جمع میشه، بنده رو به عنوان، برای چی من هیچ وقت نمیرم؟ به خاطر همین نکته است. و خیلی آرتیست های دیگه با بلیت 5000 دلاری برای یک سری آدم پولدار بیان اونجا بشینن کراوات بزنن و بعد یک کمپین درست کنن، 1,000,000 دلار جمع بشه، برای چی؟ برای ادورتایزمنت، برای کمپین حقوق بشر در ایران. آقا این 1,000,000 دلار چجوری اون جای اون بشر کجاست اونجا؟ میدونید همه ده. ولی ما هیچ کس جرئت نداره روبروی این بیسته، برای که آقا شما داری با، پس داری با جمهوری اسلامی موافقت میکنی؟ خب اینجا مباحث روز در واقع مطرح میشه، یعنی اون گذشته گرایی از ذرای نامجو ما رو به اینجور جاها میکشونه، شیفتگی به خیلی چیزها که مال غرب، از جمله از نظرشون شیفتگی حقوق بشر غربی، سوشال میدیا، شیفتگی به این که ما فکر کنیم خیلی اجتماعی. خوبه که هممون یه تریبون داریم، شبکه های اجتماعی منظور شماست دیگه، شما منتقد استفاده از کلماتی، بله شبکه های اجتماعی که بذارید پس ایشون صحبت کنه، توش هیچ فضیلتی به وجود نیومده جز اینکه همدیگه رو بکوبیم و از بین ببریم. خب من فکر ببین مجددا آقای نامجو از آغازگاهی درست شروع میکنن، اما وقت پیشبرد بحث هستش که مشکل به وجود میاره. ببین خب ایشون به نظر میزشه پس توافق کردیم که اون چیزی که مورد بحث ماست یک گذشته گرایی هست که کارکرد ایدئولوژیک پیدا کرده، پس این فرق میکنه با نوستالژی به هر شکلی و گذشته به هر طریق و هر نوع سنتی در هر جا. این یک. درسته. دو، ایشون چون خیلی در حقیقت واسه همین نگاه مطلق به گذشته، بدیل ایشون یه بدیل کاملا نخبه گرایانه و الیتیستیه. ایشون از شناخت گذشته، بازاندیشی، اینکه خب این از کجا باشه، یعنی یک عده مثلا تحصیل کرده بعد بیان به یک توده‌ای بگن که شما الان نمیفهمید، شما اینه، این یک جور باستورید، یک سلسله مراتبی میکنه که آقای نامجو خودش هم بهش نقد داره گمون میکنه. یعنی بحث این نیستش که ما بیایم از یک موزه بالادستی یک آدمهایی رو که حالا
احساس میکنیم در یک ابتذالی گیر افتادن یا نسبت خودشون رو با گذشته و وضعیت حالشون رو نمیتونن نشون بدن، با یک ادبیات تحکمی از بالا خطاب قرار بدیم. این و یکی دیگه هم در حقیقت خود این که وقتی شما میخواد گذشته رو بشناسید، بحث سر شناخت گذشته نیست، بحث سر شناخت انتقادی شما از گذشته است که بر اساس تجربه زیسته شما به وجود میاد. بنابراین این شناخت گذشته خیلی کلیه. ولی این مثال هایی که آخر صحبتشون زدن راجع به نمیدونم حقوق بشر نوع غربی و این فهوای کلام ایشان رو شما میپذیری که اون گذشته گرایی باعث میشه که ما شیفته بشیم نسبت به هر چیزی که از اون سو میاد؟ من با این بحث موافقم. من این بحث کلیتری است که اتفاقا توی ادبیات فارسی هم مشاهده میشه کرد. این درسته، یعنی ما یک سنتی رو تبدیل به یک مناسکی کردیم، به یک مناسک اجتماعی کردیم که فقدانهای خودمون رو پوشش بده. پول این کمپین ها از جیب ببخشید کثیف‌ترین آدم ها میاد، آدم هایی که به خاطر اینکه یک عمر ثروت اندوزی کردن، صاحب کورپوریشن ها پولی که بعد بدن به مالیات رو میدن به کمپین زندانیان، کمپین فلان، برای اینکه هم از وجدانشون رو باز از بین ببرن و همین که یک نمای فرهنگی پیدا بکنن. همین ارکستری که جلوی ملکه هلند، خانواده سلطنتی هلند اجرا شد، بله، بنده هم یکی از موزیسیان های مهمان بودم دو سه سال پیش. خب گل سرسبد اون اجرا چی بود؟ یه دختر سوریه‌ای بود که هم نسبت بهش نازی گوگولی بیا تو بشین ساز بزن. خب وقتی که ما میبینیم یکی از کشورهایی که در همون سلاح‌های شیمیایی که آقای بشار اسد میرزه سر اونا دخیله و سرمایه میذاره، خب خود همون ری بازیه. منظورت این که هلندیایی که کمک کردن آره، به ما بعد دختر سوریه میارن. خب حالا شما ما با میریزیم برادر منو میکشی، بعد منو دعوت میکنین برای مراسمی خب که گرفتین چیز بکنم. نامجو وقتی از یه طرف شما میگید که ما باید بپذیریم، خودمون رو گول میزنیم، ما باید بپذیریم که ما رو به این بازی راه نمیدن، یه کسی میتونه بیاد بگه که اصلا خود همین لحن شما نشون میده که خود شما هم شیفتگی دارید به این بازی. یعنی فکر کنید بازی اتفاقا این چیزی که شما باید بگید، منظورتون جهانی بودنه، منظورتون پذیرفته شدن توسط غربیاست، منظورتون در اون آینه خود را خوب یافتن و دیگران شما را. اگر اینه نشون میده که خود شما هم خیلی براتون مهمه که در این بازی پذیرفته شیم و چون ما رو راه نمیدن این شده یک دغدغه. دلیل اینکه یه آدم یعنی این اینجا مهم یه تناقضی هست، یا این بازی مهم هست یا آره. نیست. خب اگر مهم هست، خب به گفته شما ما باید بیاندیشیم که ببینیم چطور میتونیم. اگر مهم نیست و شما داریم میگید مهم نیست، خب اصلا راه ندن ما رو به این بازی. عرض میکنم خب اولا که راه ندن مثل همون کسی حرف توی ایران سردار... ممکنه بشینه بگه جهنم رام ندن. بله دقیقا مثل حرف سرداران سپاه که میگن ولی فقط سرداران سپاه این رو جهنم. آقای نامجو فقط سرداران سپاه این رو نمیگن، خیلی از هنرمندا، خیلی از متفکران روندهای جهانی رو به چالش میکشن، میگن آفرین. ما نمیخوایم جزء باشیم. برای چی آقای نامجو شما میگید ما رو جدی نمیگیرن، ما هم خودمون رو جدی نباید بگیریم؟ نه من اشاره به این ندارم آقای کریمی، حتما خیلی ممنون که این رو فرمودید. این که یک آدمی داوطلب میشه راجع به یک موضوع بی اهمیتی که اینقدر مهم شده حرف بزنه، دلیل برای نیست که برای خودش مهمه. میخواد بگه که میخواد نقد بکنه بسیاری از این روندهای هنری رو که انگار چیزی جز سالوادور دالی آف بالی، نمیدونم فرانسیس بیکن آف اندونزی، باب دیلن آف ایران، کی این معیارا رو گذاشته؟ یعنی اساسا چرا ما باید یه متری بذاریم؟ آقا ما حاج قربان سلیمانی 50 برابر باب دیلن موزیک میفهمید، یعنی منظورم متریال موزیک داشت. حالا من دارم در نیته خودم مثال میزنم، قطعا شما برسن با از عمق کار ناصر خسرو چطوری میتونه آدم مثلا مقایسه کنه با بسیار؟ ولی خب آقا درسته تریبون این جهان دست ما نیست، خب خود این مسئله غمگنانه ایه، ولی نقد اتفاقا این خود سایه شده نقد بنده دیگه به داخل که آقا چرا اینقدر لحله تایید غرب رو باید آدم بزنه؟ اتفاقا من دارم حرفم با شما یکیه در این مورد. ولی حسی که من گرفتم این بود که این بازی جهانی مهمه و حسرت میخورید که ما رو بهش راه نمیدن. خب حسرت که وقتی شما به یک سویه تاریخی نگاه میکنید، ببینید مسیحیت تاریخ رو برده، ما نمیدونم حالا این حرف دقیقا حرف باز از دید یکی اجازه بدیم آقای ملایری صحبت کنه برای اینکه من بازم تناقض به وجود میاد. ببینید از یه طرف غرب حالا بازی رو برده، شما به تعبیر شما حالا این دقیقا حالا چه معناست حالا وارد این بحث نمیشه، اما فرض میگیریم اگه این حرف درسته، پس یک علتی که من خودم رو میخوام
با معیارهای غربی بسنجم علت این اختلافیه که بین من و فرهنگ غربی به وجود اومده. به این معنا که فرهنگ اروپایی یک سنت انتقادی دیرینه ای رو شکل داده و من از خودم سلاحی ندارم که خودم رو نقد کنم و روش شناسی و نظریه این خود نقد خیشتن در غرب به وجود اومده، بنابراین بخشش بدیهیه که من خودم رو به غرب ارجاع بدم. این فرق میکنه با اون خود رو در آینه دیگری دیدنه که شما به درستی دارید وجوه ابتذال مبتذلش رو دارید به درستی اشاره میکنید. بله. بین مردم که خب بیشتر در دسترس مدیای مینستریم هستن یا سلبریتی که میره بچه‌ش رو در یک جای دیگه دنیا میاره، این بخشی از خودش متنفره، از وطنش متنفره، از موجودیتش، از خانوادش، در گفتار از اون شما که به دنیا اومده متنفره. جانم شما این تمایزها در گفتار شما غایبه. از یه طرف غرب ناآگاه، نادان، از یه طرف غرب به درستی در یک موضع بالادستی و از حیث فرهنگی پیشرفته‌ای قرار گرفته و ما هیچ کاری در نه من نگفتم بودم. اصلا من در چه جایگاهی هستم بخوام یه همچین حرف گنده‌ای بزنم که بگم نادان؟ میگم تالیه بحث شما، حالا نه که مستقل. آره نه، ولی نه میتونم بگم آقا ما فقط همین نفس این آگاهی که ما تو این بازی نیستیم اساسا. ببینید همه اینا دعوت به یک سری بازندشی عادی کنه. این بازی نیستیم هم یه بحثیه. شما انگار که غرب ما یه حرفی بزنیم غرب من باید با آغوش باز بپذیره و به چهچه بگه، اونم در یک جایی که هژمونی که چند صد سال قبل داره. به چهچه رو میگن به تقلبی ترین چیزهای ما، به جز استثناءاتی، به جز مثلا در سینما ما یه سری استثناء داریم. یعنی منظورم اینه که خودمون شاید به درستی خودمون، هر جا غرب از ما استقبال میکنه جایی که ما متقلب. شما مثال بزنید، هر مثالی که دارید میزنید مثلا اصلا کل این بازی که ذره، سر مثلا مهاجران آقای بذارید یه ذره انضمامی تر و یه ذره بله. مشخص تر صحبت کنیم. واقعا باید مثال آورد. بله. آیا اگر غرب از فیلم های اسقر فرهادی من گفتم استثناء، اتفاقا می‌خواستم بگم که بالاخره یه استثناء پیدا شد. بالاخره یه چیز دیگه آقای نامجو، یه چیز دیگه، یه نکته دیگه، یه تمایز دیگه. ببخشید، یه داداش برای آقای فرهادی شخصی نه برای ایشون، یعنی تو صفحه خود که خیلی هم مورد هجوم واقع شد اون زمان توسط دوستان کرد، که من گفتم آقا من چقدر خوشحالم که یک بار یک چیزی داره، یک موضوعی داره این حد جهانی میشه که به تضاد شهری مدرن ما اشاره داره. بله. به تضاد به چیز... دایه مذهبی بله. و مذهبی. یک تمایز دیگه ای که چون آقای ملایری گفتن تمایز نمیگذارید و یک کاسه میکنید، یک تمایز دیگه ای که به راحتی کسی که توی ایرانه و تحت تحریم هاست و نمیدونم راجب نون شبش مشکل داره، ممکنه بگه باید بگذارید تفاوت بین اون، تمایز بین اون و اون کسی سلبریتی است که شما میگید بچه‌ش رو میبره در کانادا به دنیا بیاره. خب شما دارید راجع به ایرانی ها صحبت میکنید، خب و ایرانی ها رو اون سلبریتی میدونید که میره در کانادا بچه‌ش رو به دنیا میاره. همه ایرانی ها چنین نیستن. نه من راجع به انتقاد از خود که ما ایرانی ها نمی کنیم، همه ایرانی ها چنین نیستن. یعنی این یه مقدار ذاتگرایی ایجاد نمی کنه. ما ایرانی و ذاتگرایی میتونه با این چیزایی که شما میگید، مثال هایی که تو کتاب این، به بیزاری از خود بیانجامه و بیزاری از خود رو ابدی کنه. برای اینکه میگید ما اینیم، ذات ما اینه، مفری نیست، همین خواهیم بود. اساساً پرداختن به موضوع مردم وقتی ما حرف از توده میزنیم مثل تعریف هنره، مثل یعنی افتادن توی یک چاه ویله که انتها نداره و هر کسی میتونه به نفع خودش ازش سوء استفاده بکنه. شما ببینید همه حرف از مردم میزنن دیگه، از رهبر انقلاب هر از مردم میزنه تا همون سلبریتی که ما داریم مثال میزنیم. همه هم عاشق مردم، همه هم برای مردم احترام. من در آخر این چیزی ببخشید یه لحظه من اینو فقط گفتم که عدالت و آزادی برای توده ها غیر قابل جمع است. پس توده نه تنها ارزش فداکاری و فعالیت و تقدس ندارد، بلکه ممکن است این اقدام ها خطرناک هم باشد. هر باور بیرونی منبع جمود است، به ویژه که امتحان پس داده باشد، تاریخ دار باشد و مورد پذیرش توده ها باشد. ما در نهایت ارزش اصالت دادن به توده ها، خب ما بهترین نمونه شو در جامعه غربی که داریم زندگی میکنیم داریم میبینیم دیگه. حاصلش چی میشه؟ حاصلش در نهایت این میشه که باز همین مردم رو گول بزنن و دو تا سه تا حزبی که در نهایت با یه سری روابطی حاصلش پوپولیسم، پس یه سری روابط قدرت دست نخبگان هست، نه توده ها. توده ها خودشون رو به شرایط انحطاط و زوال نمیرسونن، بلکه زیر سیطره یک سری روابط مسلط قدرت و به اصطلاح نهادهای رسانه‌ای مسلط. این چیزی است که آقای نامجو من به این زبان نه ولی دیدم
در روح این مطالبی که میگه نقد میکنه که تودا توسط شرایط و این شرایط هم نخبگان میسازنش، توسط این نخبگان به انحطاط کشیده میشن، این راه رو بر اندیشه میبنده دیگه. یعنی ما اگر چنینیم، اگر انسداد سیاسی هست، اگر بدبختیم، اگر فلاکت زده هستیم، یک عده‌ای شرایطی رو به ما تحمیل کردن. کتاب‌های اینجوری، صحبت‌های همین، خود این برنامه که حاصل نوشتن یعنی محصول نوشته شدن این کتاب، نشون نمیده که گفتن این حرفا مهمه، برای اینکه اون توده‌هایی که همیشه ارجاع میدن به نخبگانی که شرایط رو ساختن، اونها فکر کنن که نه، چنین نیست، خودشون رو ببینن، به خودشون نگاه کنن. ببینید، من اصلا مخالف نقد توده ها نیستم. این اول برنامه بحثش بود، یعنی مواجهه با مردم به جای صرف قدرت سیاسی. یه بحثی است که اولا ببین توده ها یک بخش توده ها یه بخش خیلی خیلی یه چیز انتزاییه. باز اگر از طبقات اجتماعی صحبت کنیم یه خورده قضیه جدی‌تر میشه. چه طبقه‌ای چقدر امکانات داره برای صحبت کردن، چقدر صداش منعکس میشه، چقدر امکانات بهش دادن، این خودش یک بحثیه. اما من یه نکته رو می‌خواستم درباره پذیرفته شدن غرب و این ایران، اینکه ما رو به بازی حساب میارن یا نه. ببین آقای نامجو، باز یه تناقضی هست. از یه طرف غرب ایران رو نمی‌بینه به خاطر اینکه خودش رو دیده و بر اساس درکی که خودش از هنر، فرهنگ، تاریخ داشته، یک کلان روایتی رو شکل داده و همه چیز رو با کلان روایت خودش می‌بینه و مثلا موسیقی ما، ادبیات ما، جاهای دیگه توش نادیده گرفته شده. این یه وحشت قضیه است. از یه طرف شما میاد میگید حالا مایی هم که میخوایم این سلطه رو بشکنیم و خودمون رو به شکل از قضا انتقادی نشون بدیم به غرب، اینم محکوم به شکسته. یعنی بالاخره ما باید فرهنگ خودمون رو نشون بدیم، نقد کنیم، بیاریمش توی حالا تو ادبیات، توی ورلد لیترچر بالاخره باید بیاد، توی صحنه جهانی بالاخره باید بیاد یا نه. اگر نیاد میگید غرب بالادستی همه کار کرده، اگر بیاد میگید ما رو به بدترین چیزای ما رو میان و از اون تمجید میکنن. این بحث رو اجازه بدید در همینجا به قولی پارک کنیم، برای اینکه آخر برنامه است. بله. و من میخوام سوالی بپرسم و به این دلیل میپرسمش که خود شما اشاراتی به وضعیت حال حاضر از جمله بحث حقوق بشر در ایران و درک غربی از حقوق بشر در ایران و درک خود ما ایرانی ها از حقوق بشر کردید. یا در آرتمون، در ارزش های دیگرمون. بله. بنابراین خیلی بی جا نخواهد بود اگر من بپرسم که این حس بیزاری از خود که شما راجبش نوشتید و توی صحبت‌های امروز شما هم کاملاً واضحه، آیا کسایی که مفهوم حقوق بشر غربی رو می‌فهمن و سیاستمداران غربی که فقط در اون کادر می‌اندیشن، ممکن نیست در واقع بیشتر به اینجا بکشونه که این مردمی که در ایران هستن از خودشون بیزارن و از دل این عجز و بیزاریشون چیزی بیرون نمیاد، عاملیت ندارن، اراده ندارن، پس ما بیایم اینا رو از شرایطشون خلاص کنیم؟ آیا این بیزاری از خود و ابدی سازی بیزاری از خود زمینه رو برای لیبیایی شدن ایران تحت شرایطی ممکن نیست ایجاد کنه؟ خدا نکنه. ببینید، ولی ما راجع به گفتمان ها، دیسکورس هایی صحبت میکنیم. بله. که از دلشون ممکن هست چنین چیزهایی در بیاد. من فکر کنم شناخت اینها در واقع، حالا بگیم دولت مردای غربی، به مراتب، حالا راجع به آمریکا اگه صحبت کنیم، به مراتب صادقانه بگم جهلامیستر و واقعا سرشار از نادانیه. به خاطر اینکه توی یه جا توی این نوشته میگه که اطلاعات واقعا بعضی از این کنگرسمنای آمریکا نسبت به ایران یا عربستان، اون سوالی که من کردم در همین زمینه اتفاقا، یعنی در زمینه کمتره. بله، در زمینه جهلی که وجود داره در میانه، مثلا که اون اصلا به این حد از آگاهی از ما خدا کنه برسن که بتونن یه نقد کاری برای ما، که مثلا فکر کنن که ما اینقدر داریم خودمون رو نقد میکنیم، ما اینقدر نفرت از خود داریم و اینا. من میگم آقا این چیزی که ما بهش میگیم
آوردن لیبرال، آوردن باکس، باز شدن مکدونالد در تهران و به قول معروف همه این آره همه اینا چیزایی که نه درسته نه غلط، فقط باید بهش دوباره فکر کرد. آقای ملایری وقت نداریم که شما جواب بدید، شاید توی چند دقیقه پادکست به شما بیشتر وقت بدیم. خیلی ممنون، به آخر پرگار این هفته میرسیم. ممنون از شما که پایین بس نشستید و از مهمانهای برنامه محسن نامجو و سالار ملایری. پرگار رو پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید، هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست یعنی نسخه شنیداری پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمانی تری بعد از خاموش شدن دوربین ها به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. شب و روز بر همه شما خوش. از آمدن و رفتن ما سودی کو، یک حبوط الکی، یک سقوط الکی، درداب و ندامتا که تا چش زدیم. مأمور که گرفت ما را بابا خیت نشد، به خدا یلکی، یک به خدا یلکی، خر از سر شحنه یک نمد ساخت، ولی یک کلو یلکی، یک کلو یلکی، سر تا سر صحنه آش نظری بود، نیتو یلکی، نیتو